گزینش فرمانده تازه ناتو در افغانستان و پیشرفت حکومت افغانستان بر امضای موافقتنامه راهبردی با پاکستان. به نام خداوند یکتا و با عرض سلام به برنامه خبری جهان در شش خوش آمدید. امروز یک شنبه 22 دلو سال 1391 خورشیدی برابر است با 10 فوریه سال 2013 میلادی. من فواد امان هستم. فرمانده تازه ناتو در افغانستان بر ادامه مأموریت این پیمان در کشور تاکید میکند. جنرال جوزف دانفورد امروز مسئولیت فرماندهی ناتو در افغانستان را بر دوش گرفت و همچنین بر تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرد. از سوی هم وزیر دفاع ملی اظهار امیدواری میکند که این فرمانده بتواند همکاری های بهتر با حکومت افغانستان داشته باشد. عبدالاحد محمدی در این باره گزارش دارد. جنرال جوزف دانفورد فرمانده نیروی دریایی ارتش آمریکا امروز جایگزین جنرال جان آلن فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی و ایساف در کشور شد. در مراسم انتقال رهبری نیروهای ائتلاف جنرال دانفورد میگوید که رهبری ایساف تغییر کرده اما اهداف این نیروها هرگز تغییر نخواهد کرد. What's not changed is the will of this coalition. چیزی که تغییر نمیکند آن عزم، نظم و انضباط ایساف است. چیزی که تغییر نمی کند رشد روزافزون نیروهای امنیتی افغانستان است. چیزی که تغییر نمی کند تعهد ما برای انجام مأموریت است. و چیزی دیگری که تغییر نمی کند موفقیت غیر قابل اجتناب ایساف است. از سوی دیگر رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز در این مراسم میگوید نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2014 میلادی بر 3 موضوع تمرکز خواهند کرد. چنانچه روند انتقال را ادامه می‌دهیم، 3 چیز را دنبال خواهیم کرد. نخست هدف مبارزه را که در لیسبون و شیکاگو طرح شده، دوم انتقال تجهیزات و در نهایت نگهداری نیرو برای امنیت این دو فعالیت. در همین حال وزیر دفاع کشور از کارکردهای فرمانده پیشین ایساف در کشور ابراز خرسندی کرد. طی 1.5 سال اخیر ما توانستیم تلفات ملکی را به حد اقلی آن برسانیم که این کار باعث تقویت حمایت مردم از دولت شده است. نقش و تلاش‌های جنرال در آوردن فشار نظامی بالای طالبان و ترورستان و اجرای عملیات مشترک قوت‌های خاص که باعث نابودی و دستگیری اکثر قماندانان طالبان و ترورستان گردید قابل قدر است. جنرال جان آلن نیز میگوید که در جریان مأموریتش وضعیت نیروهای امنیتی افغانستان از لحاظ کمی و کیفی بهبود یافته و این نیروها در 10 سال آینده اجازه نخواهند داد که افغانستان بار دیگر قربانی سیاست‌های امپراتوری شود. او همچنان تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغانستان پس از انتقال مسئولیت‌های امنیتی قادر خواهند بود تا از بدل شدن دوباره افغانستان و پناهگاه القاعده و متحدین آن جلوگیری کنند. پس از پایان سال 2014 میلادی قرار است که شماری از نیروهای آمریکایی در کشور باقی بمانند، اما این مسئله بستگی به امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن دارد که گفتگوها روی محتویات این توافقنامه میان دو طرف ادامه دارد. حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که گفتگوهای صلح با طالبان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده به نتیجه برسد. وزارت خارجه خواهان از پاکستان میخواهد تا بیشتر زندانیان طالب را آزاد سازد و تاکید دارد که این زندانیان باید به افغانستان و یا هم به کشور سومی برگشتانده شوند. از سوی هم این وزارت میگوید که اگر پاکستان در کار صلح همکاری صادقانه نکند، موافقتنامه راهبردی دو کشور به امضا نخواهد رسید. بشیر احمد قاسمی جزئیات می‌دهد. سایه صلح در انتخابات ریاست جمهوری آینده. وزیر خارجه زمان دقیق برای به ثمر رسیدن گفتگوهای صلح با طالبان را نمی‌داند، اما امیدوار است که این روند پیش از برگزاری انتخابات تا آینده به نتیجه برسد. ما آرزومند هستیم که پروسه به نتیجه برسد پیش از اینکه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دایر شود، تا در فضای صلح و آرامی ما بتانیم که انتخابات را پیش ببریم. وزیر خارجه که در پیوند به سفر رئیس جمهور کرزی به بریتانیا سخن میزد، از توافق افغانستان با پاکستان برای آزادی زندانیان طالب از زندانهای پاکستان در همانگی با حکومت افغانستان خبر داد، اما تاکید دارد که زندانیان طالب به گونه‌ای باید آزاد شوند که افغانستان توان دسترسی به آنها را داشته باشد. اولیت مایس کنه به افغانستان بین ما تضمین میکنیم امنیتشان و ما صحبت کنیم و اگر در شرایط فعلی
امکانات آمدن از اونا در افغانستان نیست، در کشور سیوم ببینیم با اونا صحبت بکنیم و هم به یک نتیجه رسیدیم. هرچند گفته می شود که مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت العلمای پاکستان به هدف میانجیگری میان طالبان و حکومت افغانستان به قطر رفته است، اما وزیر خارجه می گوید که دفتر طالبان در قطر تا کنون گشوده نشده است. دفتر قطر باز نشده؟ وقتی که واز شد اعلان میکنه که واز میشه، کسی مخفی نیست. اینکه کدام مولانا سفر کرده در قطر و کار خودشان است، هر کس که سفر قطر میکنه بکنه، و ما کدام مذاکره با کسی شروع نکردیم. ما مذاکره را وقتی شروع میکنیم، شرایط بر شما گفتیم و این مذاکرات واضح خواهد بود. از سوی هم امروز یک هیئت 8 نفری شورای عالی صلح با هدف هماهنگی در پیوند به برگزاری نشست علمای افغانستان و پاکستان به اسلام آباد سفر کرده است. حکومت افغانستان از پاکستان میخواهد تا پس از این خطر متوجه افغانستان از این کشور نباید صورت گیرد و موافقت نامه راهبردی دو کشور زمانی به امضا خواهد رسید که همکاری صادقانه از سوی پاکستان در کار صلح و ثبات صورت گیرد، چیزی که در جریان 11 سال گذشته تا کنون از سوی پاکستان انجام نشده است. سفر رئیس جمهور کرزی با 10 همراهش به لندن هر شب 242,000 دلار هزینه برداشته است. در این سفر رئیس جمهور کرزی همراه با 40 نفر دیگر برای 2 شب در هتل کلاریج لندن اقامت داشتند. هزینه 30 همراه دیگر رئیس جمهور کرزی در این سفر را دولت افغانستان پرداخته است. روزنامه دیلی میل نگاشته است که رئیس جمهور کرزی و 40 همراهش در این سفر در یکی از قیمتی ترین هتل های جهان اقامت داشتند. مختار پدرام گزارش میدهد. چی پیسه خارج باشه باشه، چی 4000 میلیون خارج باشه باشه، ما سنگ به میده بسته کرده، به شکم بسته کرده، گشنه میشینیم، کام خوریم، ولی قوتهای خود میسازیم، قوتهای ما مطمئن باشن و مردم ما مطمئن باشن. از دعوت مردم و مقام های دولتی به کاخ خوردن اینجا در کابل تا پرداخت هزینه سنگین برای 30 نفر اضافی در لندن، دیلی میل نوشته است برای حامد کرزی و 10 همراهش هر شب 122 هزار دلار به هتل کلاریج، گران قیمتترین هتل جهان پرداخته شده است. این سفر پرهزینه پس از صدور فرمان 4 ماده‌ای رئیس جمهور کرزی در مورد کنترل مصارف و هزینه سفرهای مقامهای دولتی صورت گرفته است. تمامی وزارت‌ها و اداره‌های دولتی مکلفند در مصارف قرطاسیه، روغنیات، ترمیم و سایر مصارف صرفه‌جویی کرده و از هر گونه مصارف غیر ضروری اجرای سفر خرج‌ها به بیرون از کشور خارج از معیار تعیین شده خودداری کنند و مصارف را کاهش دهند. هتل کلاریج از مجلل‌ترین و پرهزینه‌ترین هتل‌های جهان می‌باشد که هر اتاق ساده آن از 470 دلار برای افراد معمولی تا حدود 11 هزار دلار برای افراد مشهور و رهبران جهان هزینه برمی‌دارد. روزنامه دیلی میل بریتانیا نوشته است هزینه اقامت رئیس جمهور و 10 همراهش هر کدام در یک شب 7000 پوند معادل 11 هزار دلار بوده است. دولت بریتانیا تنها مصرف رئیس جمهور و 10 همراهش را پرداخته است که معادل 242 هزار دلار آمریکایی می شود. هرچند مقام های افغانستان و بریتانیا از هزینه اقامت 30 همراه دیگر رئیس جمهور چیزی نگفتند، اما در صورتی که برای آنان نیز همین امتیازات در نظر بوده، حکومت افغانستان باید 660 هزار دلار پرداخته باشد. برخی از اعضای مجلس نمایندگان نیز درباره این سفر پرهزینه رئیس جمهور چنین دیدگاهی دارند. سالی که ماند از کرزیس خدای را بخیر بگذرانه تا که مردم از سبت رهبری و صلاحیت های دولت داری دور نشوند، هیچ خوشبختی در وطن نمی. واقعا هزینه های بسیار بی‌معنا، پر مصرف، بیجا، خرچ ما برابر دخل ما نیست. این بی‌انصافی است. افغانستان هنوز هم در جمع 3 کشور فاسدترین جهان هست که مقام اول را در میان 174 کشور فاسد جهان دارند. هفته گذشته سازمان ملل متحد در گزارش گفته بود 50% مردم افغانستان در سال گذشته رشوه پرداختند و نزدیک به 4 میلیارد دلار حیف و مل شده است. رئیس جمهور کرزی در نشست توکیو تعهد کرده بود با فساد مبارزه میکند و این گونه جامعه جهانی را متعهد کرد افغانستان را پس از سال 2014 نیز کمک کند. نیروهای آمریکایی و ناتو انتقال تجهیزات خود از افغانستان را آغاز کردند. تا اکنون 10 کانتینر این تجهیزات از راه پاکستان انتقال یافته است. وزارت دفاع ملی میگوید که اکنون گفتگوها به هدف تحویل دهی بخش از این تجهیزات به نیروهای امنیتی افغانستان هم جریان دارد. نظرالدین مصلح گزارش میدهد. با نزدیک شدن سال 2014 میلادی آمادگی ها برای خروج از افغانستان بیشتر شده است، چنان که نیروهای آمریکایی تا کنون 10 کانتینر از تجهیزات خود را با استفاده از راه پاکستان از کشور خارج کرده اند. یک شرکت حمل و نقل افغانی که برای 2 بار از محموله تجهیزات این نیروها را انتقال می دهد گفته است که تا
تاکنون 25 کانتینر این نیروها از طریق مرز تورخم به کراچی انتقال یافته است. برنامه انتقال تجهیزات نیروهای آمریکایی و ناتو از چند قبل آغاز شده و در آینده نزدیک محموله های دیگر این تجهیزات نیز از بگرام به مرز تورخم انتقال پیدا می کنند. در همین حال وزارت دفاع ملی میگوید که این وزارت با فرماندهی نیروهای خارجی گفتگو میکند تا بخش از این تجهیزات به نیروهای امنیتی کشور داده شود. هرچند به گفته این وزارت نیروهای آمریکایی ناتو آماده نیستند تا تجهیزات خود را به نیروهای امنیتی افغانستان تحویل دهند. گفتگوهای بین ما جریان داره. امیدوارم که گفتگوها باعث بشه که بتوانن بخشی از تجهیزاتی که میتونه مورد استفاده روی ملی قرار بگیره از اونا بگیرن. با این حال برخی از آگاهان نظامی میگویند که نیروهای امنیتی افغانستان به گونه لازم آموزش ندیدند تا بتوانند از تجهیزات نیروهای آمریکایی ناتو استفاده کنند. قوتهای ما شاید به تجهیزات هنوز تعلیمات ندیده باشند، آموزش ندیده باشند و استعمالی از او هم در ساختارهای تشکیلاتی وزارت دفاع افغانستان شاید هنوز گنجانیده نشده باشد. اما آنچه که بریازی هست که قوتها میبرند، همزمان تجهیزات میبرند، من فکر میکنم ایالات متحده آمریکا حضور و بودنش در این منطقه بایستی اهداف استراتژیک است. این همه در حالی است که نیروهای امنیتی کشور به ویژه ارتش از کمبود تجهیزات هوایی و جنگ افزار سنگین به شدت نگرانی دارند. نگرانی که از سال‌هاست تاکنون برطرف نشده است. دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد از وزارت عدلیه می‌خواهد تا هر چیز زودتر پیشنویس قانون دسترسی به اطلاعات رسانه‌ها را برای تصویب به مجلس نمایندگان بفرستد. مسئول دیدبان رسانه‌های آزاد می‌گوید که بسیاری از رسانه‌های آزاد کشور به معلومات دقیق دسترسی ندارند و نیز مقام‌ها و سخنگویان از دادن اطلاعات به رسانه‌ها خودداری می‌کنند. صدیق الله توحیدی تاکید می‌ورزد که باید هر چیز زودتر پیشنویس قانون حق دسترسی به اطلاعات با مجلس نمایندگان فرستاده شود. نظیفه محبوبی به این موضوع پرداخته است. دسترسی نداشتن رسانه‌ها به معلومات و خودداری سخنگویان و مقام‌های کشور از دادن جزئیات به خبرنگاران به یک نگرانی در برابر کار رسانه‌ها بدل شده است. نگرانی که دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی از آن سخن می‌زند. در حالی که به گفته نی طرح قانون دسترسی به اطلاعات از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به وزارت عدلیه برای بررسی و حل اختلاف‌ها فرستاده شده بود، تا کنون این طرح در وزارت عدلیه باقی مانده است و به مجلس نمایندگان فرستاده نشده است. تقاضای ما از وزارت محترم عدلیه افغانستان این است که هر چه زودتر این مصوبه را به مجلس وزرا و به مجلس نمایندگان بفرستند و تقاضای ما از نمایندگان مردم افغانستان در خانه ملت این است که در تصویب این قانون جدیت بیشتری به خرج دهند. از سوی هم دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد خواهان ملغای حکم جلب بر پرتو نادری نویسنده و پژوهشگر کشور از سوی لوی سارنولی است. تقاضای ما این است که نهادهای مسئول که در قانون پیش بینی شده این نهادها مشخص است و از طریق این نهادها باید قضایای مربوط به خبرنگاران و رسانه‌ها مورد بررسی قرار بگیرد. هرگاه اقدامات غیر قانونی ادامه پیدا بکند، واضح است که قوه مجریه که خود اجرا کننده قوانین در افغانستان است گرفتار تخطی از قانون خواهند شد و شده. این گفته ها در حال بیان می شوند که نگرانی از محدود شدن کار رسانه ها با نزدیک شدن خروج نیروهای خارجی از کشور افزایش یافته است. چنان که به گفته مسئولان نی یا دیدبان حمایت از رسانه های آزاد افغانستان، حکومت تمایل جدی برای تصویب قانون جدید رسانه ها و نیز قانون دسترسی به اطلاعات ندارد. شمار از باشندگان شهرک جبرائیل هرات در برابر آنچه برگزاری مراسم جشن استقلال ایران از سوی نمایندگی سیاسی این کشور در این شهرک میدانند اعتراض کردند. آنان میگویند که نمایندگی سیاسی ایران در هرات بدون اطلاع آنان مراسم بزرگداشت از جشن استقلال این کشور را در کتابخانه این شهرک برگزار کرده است و گفته آنان ایران با این کار در تلاش نفوذ سیاسیش در افغانستان است. مقام های محلی هرات تا اکنون در این باره چیزی نگفتند. با تلاش مکرر موفق به دریافت دیدگاه نمایندگی سیاسی ایران در هرات در برابر این اتهامات نشدیم. این دغدغه هستن که میگن برگزاری چنین مراسماتی سبب میشه که دیگران مارک بزنن به مردم از ما که اینا جاسوسان ایرانه. ولی یک دغدغه تقریبا هم غیر معقوله. این مراسمی که امروز در جبرائیل گرفته شده از طرف مردم جبرائیل نبوده،
از طرف خودشان بوده، کتابخانه ای که اینا سالها قبل درست کرده یک نوع احساس مالکیت سر از کتابخانه میکنه، مسئولین از کتابخانه رو خودشان از رو نصب میکنه. در حالی که تا هنوز مسئله مالی کابل بانک و نیز قرضداران و اندازه قرض آنها مشخص نشده است، اما دادگاه ویژه بحران کابل بانک قرار است حکمش را بر قرضداران این بانک صادر کند. وکیل مدافع شیرخان فرنود رئیس پیشین کابل بانک میگوید که این اعتراض ها تا اکنون از سوی دادگاه ویژه بررسی نشده است، اما این دادگاه تلاش دارد تا در هفته روان حکمش را در این باره صادر کند. تمیم شهیر گزارش می‌دهد. وکیل مدافع شیرخان فرنود رئیس پیشین کابل بانک می گوید که دادگاه ویژه اعتراضات آنان را نادیده گرفته و تا کنون مناسبات مالی حل فصل نشده و نیز بدهکاران کابل بانک و مقدار بدهی هایشان مشخص نشده است. هیچ اعتراض ما هیچ بررسی نشده و نادیده گرفته شدن، ولی باز پلان دارند که فیصله را صادر بکنند. به این معنی که محکمه خودش یا نمیخواهد که موضوع کابل بانک حل شود و یا ای که نمیتوانند. به این معنی که ما چون افراد شامل قدرت دولتی دخیل در این موضوع کابل بانک هستند، شاید هم از طرف از نافشارهای باشه و اینی موضوع ما را بعد استقلالیت محکمه مشکوک میکنه. مسئولان دادگاه ویژه کابل بانک حاضر به گفتگو با ما در این مورد نشدند، اما این دادگاه در برابر صورت دعوای سارنوالی که بر متهمین بحران کابل بانک نزدیک به 7 ماه پیش ترتیب کرده است، چنین پرسش‌هایی را مطرح کرده است. پول نقد کابل بانک پس از بحران که بر ریاست جمهوری گزارش داده شده 347 میلیون دلار است، اما متهمین قضیه رقم آن را بیش از 600 میلیون دلار می‌داند. معلومات موثق داده شود. متهمین مذکور بدهی‌هایشان را از درک قرضه‌ها که در بدل تضمین اجرا نموده 570 میلیون دلار گفتند، اما سارنوالی در دعواش قضیه های مذکور را 911 میلیون دلار با تکتانه سنجش و محاسبه نموده. موضوع باید روشن شود. با وجود این پرسش ها هنوز مشخص نیست که دادگاه ویژه چه زمان فیصله های خود را در مورد پرونده کابل بانک نهایی و پرونده این بانک را بسته می کند. ولی بلخ کمرنگ نمودن نقش پلیس محلی در جامعه را کار گروه مشخص می داند. عطا محمد نور می گوید که با ایجاد پلیس محلی جلوی فعالیت های تخریبی شورشیان و مخالفان مسلح دولت گرفته شده است. به همین خاطر گروه در تلاش تبلیغات و دسیسه بر ضد این نیرو هاست. همکارم از ولایت بلخ در این باره گزارش فرستاده است. عطا محمد نور والی بلخ که در همایش ایجاد پلیس محلی در ولسوالی شولگره این ولایت صحبت میکرد گفته است در حالی که پلیس محلی نقش مهم برای از میان برداشتن هراس افغانان دارند، اما افراد و حلقات به خاطر منافع شخصی خودشان بر ضد این پلیس توطئه میکنند. به خاطر ای که جلوی تخریب دهشت افغانانه دشمنا از بسا مناطق مختلف کشور در ولسوالی ها و قرا و قصبات مختلف جلویش گرفته شده، این توطئه سازمان یافته، سازماندهی شده، منظم و مرتب تنظیم می شود، به خور مطبوعات می تن که فلانی فلان جنایت کرد یا فلان پلیس فلان جنایت کرد. والی بلخ از نیروهای پلیس محلی خواست نباید از امکانات دولتی سوء استفاده نمایند و در برابر دشمن با روحیه قوی مبارزه کنند. در این میان جنرال بابت جان فرمانده حوزه 303 پلیس در شمال گفته است با توجه به فعالیت این پلیس هنوز این نیروها با کمبود تجهیز و امکانات روبرو هستند. استخدام پلیس محلی خارج از سایه مسئولیتشان که خود یک چالش به یک در رابطه به اکمال آشیشان عباطیشان بوده خلاف طرز العمل. استخدام پلیس محلی در وظایف و عملیات های ماربه خلاف طرز العمل. توظیف پلیس محلی به صفت بادیگارد افراد بانفوذ در ولسوالی ها. این حسارات در حال بیان می شوند که همکنون در 16 ولسوالی در ولایت های شمالی کشور بیش از 6000 پلیس محلی فعالیت دارند که از این میان دست کم 300 تن آنان در مبارزه با مخالفان مسلح دولت کشته شده اند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران می گوید که اگر امریکا به تهدیدهایش در برابر ایران پایان دهد، وی آماده است با امریکا درباره برنامه هسته‌ای کشورش گفتگو کند. آقای احمدی نژاد در سخنرانی در مراسم بزرگداشت 34مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران خطاب به اداره باراک اوباما می گوید اگر سلاح را از روی ملت ایران بردارید، خودم وارد گفتگو می شوم و گفتگو باید در سایه احترام و عدالت باشد، نه فشار.
آمریکا و اروپا ایران را به خاطر تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تحریم کردند، اما ایران هر گونه تلاش برای دستیابی به تسهیلات هسته‌ای را رد می‌کند. فرمان رئیس جمهور کرزی درباره پرداخت قرضه و بیمه به دکانداران مارکت ناصری در مندوی شهر کابل تا هنوز اجرا نشده است. شمار از دکانداران، بازرگانان و مسئولان اتاق تجارت و صنایع در مراسم بازگشایی مارکت ناصری در شهر کابل میگویند که با گذشت بیش از یک ماه از آتش‌سوزی این مارکت تا هنوز دولت به دکانداران جبران خساره نپرداخته و علت آتش‌سوزی هم روشن نشده است. دولت سوریه آماده است تا بدون پیش‌شرط با مخالفان مسلح این کشور گفتگو کند. وزیر اطلاع رسانی حکومت سوریه میگوید که رئیس جمهور بشار اسد برای حل بحران سوریه تغییرات را در کابینه خود به وجود آورده است و آماده گفتگو با مخالفان سیاسی اش است. همزمان با افزایش درگیری ها میان ارتش سوریه و مخالفان مسلح این کشور، حکومت بشار اسد برای آغاز گفتگوها با مخالفان ابراز آمادگی کرده است. دروازه گفتگو برای مخالفان مسلح باز است. هدف ما گفتگوی بدون قید و شرط است. اما اگر کسی بیاید و به من بگوید می خواهم درباره یک موضوع ویژه گفتگو کنم و اگر نه تو را می کشم، این دیگر گفتگو نیست. پیش از این معاذ الخطیب رهبر مخالفان حکومت سوریه پیشنهاد کرده بود که آماده است با نمایندگان دولت سوریه که به گفته وی دستانشان به خون مردم آلوده نشده به گونه مستقیم گفتگو کند. وی تاکید کرده بود که این گفتگوها مشروط به کنارگیری بشار اسد از قدرت است. خطیب افزوده است که دولت سوریه باید 160 هزار شورشی بازداشتی را از زندانهای خود آزاد کند. وی گفته است که اگر زنان بازداشتی تا روز یکشنبه آزاد نشوند، پیشنهادش را پس خواهد گرفت. این پیشنهاد خطیب نه تنها مورد پشتیبانی آمریکا و اتحادیه عرب قرار گرفت، بل متحدان اصلی رژیم بشار اسد مانند روسیه و ایران نیز از آن استقبال کردند. در مقابل، شورای ملی سوریه که بزرگترین بخش مخالفان این کشور را تشکیل می‌دهد، پیشنهاد گفتگو با رژیم بشار اسد را رد کرد و خواهان سرنگونی آن شد. از زمان آغاز مخالفت مسلحانه در برابر رژیم سوریه، بشار اسد تاکنون چندین بار تغییراتی را در کابینه خود به وجود آورده است، اما این اقدام نتوانسته صلح و آرامش را به سوریه بازگرداند. برنامه خبری این ساعت ما در همین جا به پایان رسید و از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. خداوند نگهدارتان.